سلام بر رفقا، دوستان عزیزتر از جان، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ فخری هستم. امروز جلسه آخر طرح 2012 میخوایم با هم ضبط کنیم. ما جلسات قبل راجع به دینامیک و یعنی فصل 1 و 2 و 3 و 4 برای رشته ریاضی و فصل 1 و 2 و 3 تجربی صحبت کردیم. امروز میشه فصل 5 و 6 ریاضی یا فصل 4 تجربی. بچه امروز صحبت ما کلن با تمام چیزایی که قبلا گفتیم فرق میکنه. امروز ما میخواییم وارد فیزیک کوانتومی بشیم. فیزیک کوانتومی شاخه ای از فیزیک جدیده. فیزیک جدید یا فیزیک نوین. مطالبی که ما اینجا میگیم و نظریه هایی که اینجا پرداخته میشه بهشون با فیزیک کلاسیک بچه ها خیلی فرق میکنه. چیزی که شما تا الان خوندید دهم، یازدهم و فصل های قبل دوازدهم همش راجع به فیزیک کلاسیک بود. ولی ما امروز راجع به فیزیک کوانتومی میخوایم صحبت کنیم. فیزیک کوانتومی بچه ها دو تا شاخه داره، فیزیک اتمی و هسته. حالا بچه این کلمه کوانتوم من تو جزوم که برای کلی کنکوریا گفتیم و طرحش رو تا یکی دو هفته دیگه تو سایت حتما گذاشته میشه نگاه کنیم، به طور کامل راجع به صحبت کردیم. ما امروز برای طرح 20 ما که برای امتحان نهاییته نمونه سوالات خیلی مهم و واسط آوردیم حل کنیم و یک گذری هم به اون مطالب بندازیم. بچه نگاه کن چرا گفتیم کوانتومی؟ اصلا کلمه کوانتوم از کجا به دست اومده؟ بچه نگاه کنی، ما دو نوع کمیت داریم، کمیت گسسته و کمیت پیوسته. اینا همش تو جزوه هست. کمیت های پیوسته مثل طوله، طول همه کمیت ها رو داره، درسته؟ یعنی همه مقدار میتونه داشته باشی. یک متر، یک ممیز دو دهم متر، یک ممیز 25 دهم، یک و 25 در توان منفی 12، 13، 25 و الی آخر. هر مقداری رو میتونه داشته باشه. ولی بچه بذاریم اینجا. کمیت های گسسته مثل چی؟ مثل بار الکتریکی برابر با NE. آیا کمیت گسسته است؟ این کمیت گسسته همه مقادیر رو نداره. این کمیت گسسته مضرب درستی از یه مقدار پایه یا بنیادیه. آقا بار الکتریکی کمترین مقداری که میتونه داشته باشه، کمترین مقداری که میتونه داشته باشه بار یک الکترونه. آقا این مقدار پایه یا بنیادی رو بهش چی میگن؟ بهش میگن کوانتوم این کمیت. پس بچه های خوب من، پس کمیت های گسسته کمیت هایی هستن که همه مقادیر رو ندارن. این کمیت های گسسته مضرب درستی از یک مقدار پایه هستن. این مقدار پایه کمترین مقدار اون کمیته که بهش میگن کوانتوم اون کمیت. اینو همه بلدن. هم بچه تجربی هم بچه ریاضی. بچه های ریاضی FN برای چی داشتی؟ تار مرتعش، اونایی که داری رو دارم میگم، برابر با چی بود؟ NF1. F1 چی بود؟ V به روی 2L. این کمترین بسامدی بود که یک تار مرتعش میتونست داشته باشه. بسامدهای دیگه مذهب درستی از بسامد اصلی بودن که بهش میگفتیم بسامد اصلی یا کمترین بسامدی اگه یاد باشه بمترین صوت. اوکی بچه ها، این میشه کمیت های گسسته. اوکی شد. پس کمیت های گسسته همه مقادیر رو نمیتونن داشته باشن. مقادیر درست، مضارب درستی از یک مقدار پایه رو دارن که این مقدار پایه رو بهش میگن کوانتوم اون کمیت. حالا بچه ها فیزیکی که راجع به فیزیک ذرات تشکیل دهنده ماده صحبت میکنه بهش میگن فیزیک کوانتومی. پس کلمه کوانتوم فهمیدی از کجا اومد؟ ما ماده رو خورد میکنیم، میرسیم به مولکول، اتم، الکترون، پروتون و نوترون. این میشه فیزیک کوانتومی که راجع به این ذرات صحبت میکنه. اوکی شد بچه ها. خب بچه به ترتیب سوالاتی که اینجا میاد من به ترتیب همون مبحث وسط کامل باز میکنم. سوالات مهم شما، آقا این سوال میتونم بگم 100% سواله، چه تو کنکور چه تو امتحان نهایی. آقا رشته های تابشی اتم هیدروژن، آقا یه چیزی بهت بگم بازم تا یادت نره، اینا همش تو جزوه اصلیمون به طور کامل صحبت شده. ما میگیم آقا
اتم هیدروژن چند نوع تابش داره. ما وقتی اتم هیدروژن رو داغ میکنیم، راجب وارد یک کپسولش میکنیم، ازش نور میگیریم، یه نور صورتی میده. اون نور صورتی رو وقتی از داخل منشور رد میکنیم، چهار تا رنگ به ما میده. کدوم رنگ ها هستن؟ بچه رنگ های اصلی اتم هیدروژن تو طیفش، هم شکل رنگیش، هم اونا همش تو کتاب هست، تو جزوات هم که به اندازه کافی راجبش صحبت کردیم. بچه چه رنگ هایی هستن؟ بنفش، نیلی، آبی و قرمز. آقا طیف اتم هیدروژن این چهار تا رنگ رو داره. چهار تا رنگ در ناحیه مرئی داره که آقای بالمر اولین بار یه رابطه همینجور به دست آورد که اندوبروی اندومن های چار اگه یادت باشه. یه مذهب صحیح هم داره که باش کاری نداریم، به جای ان 3 و 4 و 5 و 6 گذاشت، طول موچا رو حساب کرد. ولی بچه خودش هم حدس میزد که گفت اتم هیدروژن علاوه بر این رنگ ها، علاوه بر این طول موچا، طول موچای دیگه هم در ناحیه فروسرخ و فرابنفش داره، ولی نتونست حساب کنه. بعد آقای آنگستر اومد این طول موچا رو اندازه گیری کرد. بعد آقای ریدبگ با توجه به رابطه که بالمر نوشت، بچه ها اومد یه رابطه نوشت. رابطه چی بود؟ یک به روی لاندا آر به روی ان پریم به توان دو، یک به روی ان دو. پس آقای ریدبرگ ما اومد این رابطه رو نوشت و مشخص کرد که ما وقتی طول موج رو بر حسب عکس طول موج حساب میکنیم، اعدادی که به دست میاریم خیلی نزدیکتر به واقعیت هست. اوکی شد که اینجا آر ما چیه؟ آر ما ثابت ریدبرگ. بچه یه لحظه نگاه کن اینجا رو، این میشه محاسبه طول موج در. حالا اینا چجوری اتفاق میفته؟ شما خودت میدونی. اینجا بذار بکشم، یک مثلا لایه ها به این صورت کنار هم قرار گرفتن تا لایه بی نهایت. اینجا لایه 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا بی نهایت. خب سری های تابش ما چند نوع سری داشتیم؟ 5 سری تابش داریم: لیمان، بالمر، پاشم، براکت و پفون. خب بچه اینجا چه اتفاق میفته؟ خب اگر الکترون ها از لایه 2 به 1, 3 به 1, 4 به 1 بی نهایت به 1 بیاد، یه سری تابش داری به نام لیمان. بچه اگر از لایه های بالا به لایه 2 بره، مثلا 3 به 2, 4 به 2, 5 به 2 بی نهایت به 2، سری که تابش میکنه سری بالمره. اگر از لایه های بالا مثلا به کجا بره؟ لایه 3 بره، 4 به 3, 5 به 3, 6 به 3 بی نهایت به 3، این واسه من چیه؟ سری پاشن منه. اوکی شو. پس بچه اینا رو اینجا بنویسم: ان پریم مساوی با 1 داری، ان پریم مساوی با 2 داری، ان پریم مساوی با 3 داری، ان پریم مساوی با 4 داری، ان پریم مساوی با 5 داری. خب بچه من اینا اینجوری تیکه تیکه واسط می‌نویسم که توی جمع‌بندی وقتی آدم اینجوری یکی یکی می‌نویسه و میره جلو، بهتر تو ذهنش می‌مونه. مگر این جدولا واسط کشیدم تایپ شده خوشگل توی جزوت هست، ولی من گفتم برای جمع‌بندی اینجوری با هم یکی یکی بنویسیم بریم جلو، مثل اینکه خودت داری می‌نویسی. تجربه نشون داده اینجوری خیلی بهتر تو ذهنت میمونه. خب آقا ان پریم مساوی با 1 باشه، ان پریم مساوی با 1 باشه لیمانه، بعدی چیه؟ بالمره، بعدی واسط پاشنه، بعدی براکته، بعدی هم بچه چی میشه؟ پفوند میشه. تو قبلا این شماره ها رو به ما نمیدادن، ولی کتاب جدیدن گفته شماره ها باید قید بشه: لیمان 1، بالمر 2، پاشن 3، براکت 4، پفوند 5. ولی بچه ها بازم برای اینکه یادت بره، اگه ممکنه تو امتحان یادش بره برات اعلام کنه، ما چی میگیم؟ میگیم لیمان و بالمر پاشن برای کتی پفک بخره. پس لیمان و بالمر پاشن برای کتی پفک، با هم دعوا نکنن، حالا دو نفر میرن واسه یه نفر پفک میخوان، حالا با اون کاری نداریم. پس لیمان و بالمر پاشن برای کتی پفک بخرن. یادت بمونه 1, 2, 3, 4, 5. پس لیمان 1، بالمر 2، پاشن همون پاشن 3، براکتی که براکته 4، پفک همون پفوندت میشه چقدر؟ 5. اوکی شد؟ خب حالا بچه اینا
چیزی که تو ذهنت باید بمونه اینه که آقا N پریم مساوی 1 این در کدوم ناحیه است؟ نوری که به ما میده تو ناحیه فرابنفش. این برای من چیه؟ این برای من مرئی و فرابنفشه. پاشنو براکتو پفوند همشون انرژی که من میدن تو ناحیه فرو سرخه. پس شما چیزایی که اینجا باید یاد بگیری اینه که از لایه های بالا به 1 بیاد لیمانه، به 2 بیاد بالمره، به 3 بیاد پاشنه، به 4 بره براکته، به 5 بره پفونده. درست شد؟ خب بعد لیمان همه طول موجاش در ناحیه فرابنفشه، بالمر فرابنفش و مرئی، پاشن و براکت پفون در ناحیه چی هم؟ در ناحیه فروسرخ هم. باریکل. خب بچه بعد اینا رو تو رابطه قرار میدی. سوالات شما هم برای امتحانهای خیلی فکر کنم راحته، یعنی اینجوری نداده مثلا گفته از لایه 3 به 2 رفته اینا رو میده میذاری. خب ولی بچه تو کتاب شما یه تو متن کتاب یه تمرین اضافه کرده جدیدن، بیشترین طول موج. حالا مقابلش میتونه بهت چی بده؟ کمترین طول موج بده. یا بچه اولین خط، دومین خط و سومین خط. آقا من نگاه کن، اگر بهت بگه الکترون در بلی مثلا از 3 به 1 رفته که 3 و 1 میذاری، 4 به 2 رفته 4 و 2 میذاری، تمام. ولی بچه بهت چی میگه؟ مثلا میگه اولین خط لیمان. آقا حواست باشه اولین خط یا اولین طول موجه. من چی رو میخوام حساب کنم؟ لیمان رو میخوام حساب کنم. آقا لیمان چقدره؟ لیمان 1. خب اولیش آقا از 2 به 1 میره. شما بخوای چی رو حساب کنی؟ دومین طول موج لیمان رو حساب کنی. آقا دومین طول موج لیمان که همون چقدره؟ 1. دومیش میشه چقدر؟ 3 به 2. آقا پس 2 به 1 میشه اولی، 3 به 2 میشه 2، 3 به 1 میشه دومی، 4 به 1 میشه سومی و الی آخر. حالا به من بگو ببینم سومین خط بالمر، آقا بالمر من چقدره؟ 2. سومین خط 3 به 2 میشه اولی، 4 به 2 میشه دومی، 5 به 3. تو این رابطه به جای N و N پریم 5 و 2 میذاری میشه سومین خط بالمر. اوکی شو. پس بچه ها اینو کنارش چجوری بنویسم؟ یه جنبندی خوشگل میخوام واسط داشته باشم، همینو خلاصه بنویسی واسط کافیه. وقتی که تایپ میکنی جلو مینویسی بچه ها حفظ کردنش سخته، ولی وقتی که جلوی چشت دارم مینویسم به ترتیب فکر، چون من میگم آقا ما اینا رو بلدیم، ما باید بتونیم اینو طبقه بندی کنیم. طبقه بندی کنیم راحت تر توی سر جلسه امتحان و کنکور به ذهن ما میاد. شما کتاب خریدی 10-20 کتاب داری، میگم آقا مثلا میگم دهم اینجوری اینجوری، آقا ذهن شما این به همین صورته، قراقاتیه، نتونستی منظمش کنی. ولی بچه من تو کتابخونه مثلا اون کتابا رو گذاشتم، حالا اون بالا تاریخه مثلا پاینیان رمان و شعر و اینا، مثلا طبقه پایین من چون در دسترس باشه کتابای درسی رو گذاشتم، از این ور گذاشتم بچه دهم، یازدهم، دوازدهم. دهم هم چجوری گذاشتم؟ اگر کتابی باشه اول درسیه بعد تستیه، درسی تستی، درسی تستی. یعنی من میدونم آقا دهم اینجا بگم، دهم رو که پیدا کردم اول درسی بعد تستی، راحت ور میدارم. ولی وقتی رو زمین اینجوری رو هم ریخته شده باشه کار واسه من چیه؟ سخته. پس اینجوری داریم طبقه بندی میکنیم. پس اولین کاری که میکنم رابطه رو کیفسم، رابطه هایی که اولین موقع اینو همه بلدن، یه دام بچه 3-4 ساله هم رابطه رو حفظ میکنه. خب اون که کاری نداره باید حفظ باشه. حالا میام اینجا میگم که آقا ما باید یه N دارم یه N پریم دارم. N و N پریم چیه؟ N و N پریم چی هستن؟ شماره لایه هایی هستن که الکترون بین اینا جابجا شده. اگر 1 باشه یکی لیمان، 2 بالمر، 3 پاشن، 4 براکت، 5 پفون. اوکی شد. خب بعد میایم سوالای مختلفی که میتونه از من بپرسه. اولین خط، دومین خط، سومین خط. آقا اولین خط یادت باشه اولین خط بین N و N پریم یه دونه اختلاف دارید، دومین خط بین N بین N و N پریم دو تا اختلاف دارید. اوکی شد. آقا به من گفته که دومین خط پاشن، پاشن 3، دومین خط میشه 5 بس.
گرفتی چی شد؟ مثلا به من میگه دومین خط پفوند، پفوند پنجه، دومین خط پفوند میشه هفت به پنج، اوکی شد. آقا سومین خط، سومین خط انمنای امپریم باید سه تا اختلاف داشته باشه. سومین خط بالمر دو پنج، پنج به دو، اوکی شد. به همین راحت. حالا میخوای کامل بنویسی، چیزی بنویسی که همشو ننویسی، کسی میخواد، بعضی میخوان خلاصه بنویسن، میخوان حجمم رو کم کنن. خب مینویسی بچه چی؟ کامین خط. اگر کامین خط تو ازت بخواد باید چیکار کنی؟ ان منهای ان پریمت باید برابر با کا باشه. به عنوان مثال میگه پنجمین خط، پس اختلاف باید پنج باشه. پنجمین خط پاشن رو بگم، پاشن چنده؟ سه. پنجمین خط پاشن میشه هشت به سه. تمام، به جای ان و ان پریم هشت و سه بذار، سه به تا یک بروی سه به توان دو، یک بروی هشت به توان دو، مخرج مشترک به جواب میرسی. رابطش خیلی ساده و محاسبش هم ساده است. بچه فیزیک اتمی محاسبات ریاضیش کاری نداره. چرا؟ چون سه تا رابطه داری، هر یک از این روابطت یه دونه ثابت داره. آقا تو امتحان وقتی از طول موج میخواد، آ رو بهت میده، نگاه کن، آ رو حتما بهت میده. وقتی آ رو به من میده، میدونم از رابطه یک به روی لاندا آر، این یه نوع تقلبه دیگه. سه تا رابطه داری، هر کدوم یه ثابت داره. وقتی شما آ رو بهت میده، تنها رابطه‌ای که آر توشه یک به روی لاندا آر در یک من به روی ان پریم بتوان دو، یک منهای یک به روی ان بتوان دو. پس یک به روی ان پریم دو، منهای یک به روی ان دو. اوکی شد. خب حالا بچه سوال دیگه که ازت میتونه بپرسه، آقا ما جلسات قبل گفتیم که انرژی با بسامد رابطه مستقیم، با طول موج رابطه عکس داره. انرژی با بسامد رابطه مستقیم، با طول موج رابطه عکس داره. حالا بچه صاحب رابطش هم چیه؟ رابطش هم خیلی ساده است. ما میخوایم چی رو حساب کنیم؟ کوانتوم انرژی. آقا کوانتوم انرژی که اولین بار آقای پلانک برای ما به دست آورد، با اپسیلون نشون داده میشه، که آقای انیشتین بعدن اسمشو چی گذاشت؟ گذاشت فوتون. آقا انرژی کوانتوم انرژی یا چی؟ اصطلاحاتشو دقت کن. رابطه رو حفظ میکنی؟ خیلی از بچه ها متاسفانه رابطه رو حفظن. میگه ای مساوی با HF، اصلا یادش میره HF چی بود؟ اصلا چی رو داره حساب میکنه؟ خواهشن تو ذهنت بگو کوانتوم انرژی یا انرژی هر فوتون من با HF برابره. یه بار دو بار کامل بگو دیگه تو ذهنت هک بشه، هی HF نگی. پس بچه ها انرژی فوتون یا کوانتوم انرژی از رابطه HF به دست میاد. H واسه من چیه؟ بچه H واسه تو ثابته، پلانکه. آقا ثابت پلانکت هم نمیخواد حفظ کنی. 6 و 6 6 و 63 حالا هرچی که هست، ضرب در 10 به توان منفی 34 جول ثانیه است. آقا اینو میخواستم بگم که آقا هر وقت اچ رو دیدی یه رابطه بیشتر نداری، برای اچ اف داری. خب ای مساوی با HF، این انرژی هر فوتونه. اگر خواستی چی رو حساب کنی؟ انرژی کل رو حساب کنی، ای برابر میشه با NHF. این هم که از فصلهای قبل بلدی، F برابر با C به روی لاندا میشه NHC لاندا. اینجا میتونی بنویسی بچه کتابت گفته که H رو داری، C رو داری، میتونی بر حسب الکترون ولت بنویسی. کتابت گفته HC رو اگه بر حسب الکترون ولت بنویسی 1240 الکترون ولت نانومتر. دیگه عددشو بذار، وقتی خود کتابت گفته تو امتحان نهایی بذار دیگه، هی حساب نکنی. 6 و 63 زده در تا منفی 34 کنی، بعد 30 سرعت نور 3 زده در به توان 8. اینو تو متن کتاب واسط انجام داده و خودش هم گفته تقریبا 1240 الکترون ولت نانومتر. هر الکترون ولت هم که بچه ها میدونید، هر الکترون ولت 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 19 جوله. کلمه الکترون ولت اینا که شما اینجا لازم داری تو این فصل،
یک کمیت جدیدی که قبلا ازش استفاده نمی‌شد، یکای انرژی الکترون ولت، هر الکترون ولت هم 1.6 در تا منفی 19 ژول. خب بچه یه لحظه نگاه کنید، پس طبق این رابطه ای مساوی با NHF، اینو میخواستم بهت بگم چون اونجا لازم داری. چی؟ انرژی با بسامد رابطه مستقیم، انرژی با لاندا رابطه عکس داره، انرژی با لاندا رابطه عکس داره. اوکی شو. خب بچه بیایم اینجا، هر وقت توی تمرین کتابت هم هست، توی امتحانم میتونه سوال باشه. حالا گفتم که این رابطه حتما سوالته، یا چیکار میکنه؟ یا خود ان و ان پریمو بهت میده، میگه مثلا 3:2 رفته، 4:1 رفته، قرار میدی تمام، یا میگه اولین خط فلان سری، دومین خط فلان سری رو پیدا کن، یا میخواد خیلی سختش کنه، آقا راجب بلندترین طول موج، آقا آخرین نکته که اینجا لازم داری بلندترین طول موج، آقا بلندترین طول موج. خب بچه چی میشه؟ انرژی کمترین، یعنی کمترین انرژی، کمترین انرژی بچه میشه کمترین اختلاف. یعنی انمن های ان پریمت باید بچه چی باشه؟ برابر با 1 باشه. اوکی شد؟ یعنی وقتی بهت میگه بلندترین طول موج بالمر، بالمر 2:3 میری، بلندترین لیمان 2:1، بلندترین پاشن 4:3، دیگه کاری نداره که ان و ان پریم اختلافش 1 باید باشه برای بلندترین طول موج. بلندترین طول موج کمترین انرژیه. اوکی شد؟ پس بچه هر وقت اختلافت کمترین باشه، مقدار انرژی که آزاد میکنه کمترین، طول موج بلندترینه. اگر چی ازت بخواد؟ کوتاه‌ترین طول موج. آقا هر وقت کوتاه‌ترین طول موج بخواد، باید بیشترین اختلافو داشته باشی. برای لیمان میشه بی نهایت به 1، برای بالمر بی نهایت به 2، پاشن بی نهایت به 3، براکت بی نهایت به 4، پفوندم که بی نهایت به 5. تمام شده. پس شما یه بلندترین طول موج داری، یه کوتاه‌ترین طول موج. هر وقت کوتاه‌ترین طول موج رو میخواد، یعنی انرژی باید چی باشه؟ بیشترین باشه. برای اینکه انرژی بیشترین باشه، باید ان چی باشه؟ بی نهایت باشه. بچه اینجا دیگه 1 لاندای شما میشه آر 1 ان پریم بتاندو منهای 0. چرا؟ انت که بی نهایته، 1 بی نهایت میشه 0، پس محاسبش خیلی راحته. کاش برات اینو بده. حالا از نظر مفهومی فرق نمی کنه، مسئله راحته. کسایی که تنبلیشون میشه محاسبه کنه، این نسمشون راحت تره دیگه. اینا رو مثلا من برای حفظم دیگه، آر 1/100، 1 1/100 میشه 100، 2 میذاری ضرب در 1/100 میشه 1/400 میشه 400. کوتاه‌ترین لیمان 100، کوتاه‌ترین بالمر 400، کوتاه گرفته چی میگم، کوتاه‌ترین پاشه 900، 1600، 2500. ببین تصورش هم میتونی بکنی، افسم که راحت کردی دیگه، این که نداره. آرتم که معمولاً که نه، همواره چی میدن؟ 1/100 نانومتر میدن. آرت 1/100، به جای ان 1 میذاری، 1/100 ضرب در 1 میشه 1/100، 100. به جای 1/100، به جای ان پریم 2 میذاری بالمر، 2^2 = 4، 1/100 ضرب در 1/4 میشه 1/400، عکس میکنی میشه 400، 3 میذاری 1/900 عکس میکنی میشه 900، 4 میذاری براکت \2 16 ضرب در 1/100 1600، عکسش میکنی 1600. ببین چقدر راحته. سوالت میتونه به احتمال 99% یکیش این باشه. پس سری های تابشه تا. اوکی شد؟ پس بچه ها ما دوتا چیزو همینجا برات گفتیم. اولا سری های تابش رو واسط گفتم، لیمان، بالمر، پاشن، براکت، پفون و انرژی فوتون. انرژی فوتون اینه، ای مساوی با HF، HC بروی لاندا،
انرژی هر فوتون با اف رابطه مستقیم و با لاندا رابطه عکس داره. هر وقت توی سوالات اچ رو بهت داده باشه، ثابت پلانک رو بهت داده باشه، حالا 6 گرفته، 6 و نیم گرفته، 6 و 6 گرفته، باهاش من کاری ندارم، واسه میگم حفظ نکن، چون طراح سوال واسه داده های مسئله‌اینو بهت عوض میکنه دیگه. توی کنکور حتی 6 و نیم هم داشتیم، خیلی میخواد روند بهت بده، 6 هم میتونه بهت بده. پس هر وقت اچ رو بهت داد یه رابطه بیشتر نداری، اچ اف اچ سی لاندا او. خب بچه نگاه کن این سوال، گفته بلندترین طول موج. بلندترین طول موج یعنی میشه کمترین اختلاف. کمترین اختلاف یعنی ان و ان پریم یه دونه اختلاف داشته باشه. سری لیمان، پس بچه از 2 به 1 رفته، تمام شد رفت. 1 به روی لاندا میشه آر، 1 به روی ان پریم به توان 2، 1 به روی ان 2 میشه 100. ان پریمت میشه چقدر؟ 1 منهای 1/4. بچه های خوب من، 1 به روی لاندا میشه 100، 1 منهای 1/4 میشه 3/4، عکسش میکنی میشه 400/3. اینو بر حسب عکس نانومت گفته، عکسش هم میکنی بر اسم چی به دست میاد؟ نانومت به دست میاد. کسایی که بچه یادشون رفته فقط تبدیل واحد شاید شما رو اینجا یکمیش اذیت کنه، بعضی موقع آنگستروم هم بهت میده. اینا رو تو فصل 1 خیلی کار کردی بچه. هر آنگستروم حواست باشه 10^-10 هر نانومتر من 10^-9 متره. پس نتیجه میگیریم هر آنگستروم 10^-1 نانومتره. آنگستروم به نانومتر -1، نانومتر به آنگستروم -1. این بچه چقدره؟ هر آنگستروم من میکرومتر هم میتونه بهت بده. بچه میکرومتر مگه 10^-6 نیست؟ نانو با میکرو 3 اختلاف داره، نانومت -3 میکرومتر، میکرومت 10^-3، برعکس همان دیگه. حالا آنگستروم میخوام واسط بگم، این 10^-10 این به توان -6 چقدر اختلاف دارن؟ 4 کوچیک و بزرگ. اینجوری یاد بگیر دیگه، گفتم توانا رو فقط از هم کم کن، بعد که از هم کم کردی کوچیک به بزرگ تقسیم توان منفی، بزرگ به کوچیک ضرب توان مثبت. آنگستروم از همشون کوچیکتره، آنگستروم رو خواهی به میکرومتر تبدیل کنی میشه 10^-4. این چقدر راحت میشه. آنگستروم رو خواهی به چی تبدیل کنی؟ به میلیمتر تبدیل کنی، میلیمتر 10^-7 متره. خب آنگستروم تا میلی چقدر اختلاف داره؟ میلی بچه 7 بار جواب آخر رو داشتم، میلی چقدره؟ 10^-3، جواب آخر 7 بود. 10 و 3 چقدر اختلاف داره؟ 7 پس میشه چقدر؟ 10^-7 میلیمتر. سانتی هم که بلدی بچه، این رو بیاد بگیر، همه جا به درد میخوره. 10^-2 آنگستروم -10 آنگستروم 10^-10 میکرو، نانومتر 10^-9 میکرومتر 10^-6 میلی -3 سانتی -2 آنگستروم به سانتی میشه چقدر؟ 10^-8 سانتی متر. حالا بچه شما اینا رو میتونید به هم دیگه هم تبدیل کنه دیگه، نانومتر به سانتی متر میشه 7، میکرومتر به نانومتر میشه 4، میکرومتر به میلیمتر 3، میکرو به میلی -3، میلی به میکرو -3، کوچیک به بزرگ توان منفی، بزرگ به کوچیک توان مثبت. اینا رو کلی با هم کار کردیم، همون تو طرح 20 هم کار کردم، توی طرح کنکورمون هم که کلی کار کردیم. اوکی شد بچه؟ پس بلندترین طول موجی که اتم هیدروژن میتونه اینجا داشته باشه انقدر. خب این مفهومی ها بمونه، برای همین مفهوم رو دست بدم بعد بیم اینجا. خب بچه تابع کار فلز میخوایم راجع به چی صحبت کنیم؟ پدیده فوتو الکتریک. بچه پدیده فوتو الکتریک چیه؟
پدیده فوتوالکتریک میگه اگر نوری رو شما به سطح یک فلز بتابونی، دانشمنده این آزمایش انجام داد، تو کتابت هم این آزمایش بذار بیام اینجا از اول واسه توضیح بدم. مفهومی ترین مطلبی که شما توی فصل اتمی داری پدیده فوتوالکتریک. اومده چیکار کرده بچه یه الکتروسکوپ رو بار منفی بهش داده، میاد نورهای مختلف رو بهش میتابونه، بعد میگه که مثلا نور قرمز میتابونه چه اتفاق نمیفته، طول موج رو کم میکنه وقتی نور فرابنفش به سطح این فلز میتابه، ببینه که فاصله ورقه های الکتروسکوپ داره کم میشه. خب بچه فاصله وقتی کم میشه یعنی بار داره کم میشه، یعنی الکترون‌های الکتروسکوپ داره کاهش پیدا میکنه. نتیجه یعنی وقتی که نور فرابنفشی رو به سطح فلز تابوندیم، الکترون‌های از سطح فلز کنده میشه. آقا این پدیده رو بهش میگن فوتو الکتریک. پس جدا شدن الکترون، بچه شکل کتاب تمینه خودت میدونی، نور تابونده خودش هم نوشته با بسامد مناسب، الکترون از سطح فلز چی میشه؟ کنده میشه. برای جدا شدن الکترون از سطح فلز HF چی میخواد؟ HF مناسب میخواد. میاد یه نوری رو با بسامد مناسب، مثلا تو آزمایش کتابت نور فرابنفش بوده، نور فرابنفش رو به سطح فلز میتابونه، الکترون از سطح فلز آزاد میشه. به این پدیده میگم فوتو الکتریک. اوکی شد؟ پس به آزاد شدن الکترون از سطح یک فلز بهش میگم پدیده فوتو الکتریک. بچه که میخوام اینو کامل بخونم، بچه جزوه رو تو سایت بردارن، کامل یه جزوه داری. اوکی شد؟ خب این از این. حالا بچه اون الکترونایی که از سطح فلز جدا میشه بهش میگن فوتو الکترون. پس اسم پدیده که جدا شدن الکترون از سطح فلز در اثر تاباندن نور رو بهش میگن فوتو الکتریک. اون الکترونایی که از سطح فلز جدا میشه بهش میگن فوتو الکترون. اوکی شد؟ خب بچه میگه چیکار میکنه؟ نور قرمز رو میتابونه، میبینه هیچ الکترونی آزاد نمیشه. دانشمندان قدیم، دانشمندان کلاسیکی، بچه خلاصه این کلاسیک یعنی قدیم، مثلا میدید مثلا تو میری تو اینترنت سجم میری سینمای کلاسیک، میره فیلم های 70-80 سال قبل رو نشون میده، درسته؟ فیزیک کلاسیک هم نستن، یعنی اصلا فیزیک قدیم. آقا ما اینجا با نور کار داریم، آقا فیزیک کلاسیک ما در برای نور چیه؟ نور موجیه. بچه ریاضی بهتر میدونن. چرا؟ چون برای بچه تجربی هست شده تو آزمایش یانگ فصل چهارت، یادت نوارهای روشن و تاریک داشتی؟ تو آزمایش یانگ ما اثبات کردیم نور موجه. چرا تداخل کرد؟ همفاز بودن تداخل سازنده شکم نوار روشن، فاز مخالف بودن تداخل ویرانگر نوار تاریک. در آزمایش یانگ ما اثبات کردیم نور موجه، ولی بچه تو پدیده فوتو الکتریک کلاسیک موجی نمیتونه اینو توجیه کنه. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول، آقا دانشمندان گوش کن اینا رو همشو تو جزوه واسط نوشتم، فقط اینجا بچه کلاس جمع‌بندی ده، فقط گوش کن ببین چی واسط میگم. تو که دانشمندان قدیم فکر میکردن نور موجه، پس انتظار داشتن وقتی شدت نور رو زیاد میکنن، وقتی شدت نور رو زیاد میکنن دامنه موج چی بشه؟ دامنه موج زیاد بشه، این مساوی با 1/2 کا2. دامنه وقتی زیاد میشه انرژی نور تابیده شده بیشتر بشه، وقتی انرژی نور تابیده شده بیشتر بشه ما میتونیم با هر بسامدی به شرط اینکه شدت نور کافی باشه الکترون رو جدا کنیم. ولی بچه ها این عمل توی تجربه اتفاق نمیفته، برای من تجربه مهمه. پس یادت باشه شدت نور تو آزاد شدن الکترون تأثیری نداره، یکی از دلایل رد فیزیک کلاسیک. آقا ما یه چیزی رو گفته بودیم قبلا، الان میبینیم آقا این عمل اینجا اتفاق نمیفته، میگه آقا ببخشید ما اشتباه کردیم، یه همچی پدیده نیست. آقا یه چیزی بهت بگم، رد فیزیک کلاسیک دلیل بر همه مواردش نیست، تو بعضی از موارد، تو موارد مثلا تو فیزیک اتمی صد نمیکنه، تو ابعاد بزرگ صد میکنه،
شما تو نانو خونده یعنی کتابت رفته تو مطالعه آزاد یا بهتر است بدانیم، ما وقتی ابعاد رو ریز میکنیم بچه خیلی از خواص جسم عوض میشه، درسته؟ خب حالا اینه بیشتر کاری نداریم، پس ما کلی صحبت نمیکنیم توی ابعاد ریز. ابعاد ریز دیگه نور موج نیست که انیشتن بعدن گفت خاصیت دوگانگی داره، بعضی جا خاصیت موجی از خودش نشون میده نور، بعضی جا خاصیت ذره‌ای نشون میده. خب برای فوتوالکتریک بچه نور موج جواب نمیده. چرا؟ یک، اگر نور موج بود اگر من شدت نور رو زیاد میکردم، به جای یه لامپ دو لامپ سه لامپ چهار تا لامپ روشن میکردم، دامنه امواج اضافه میشد، نور من انرژیش زیاد میشد، پس میتونه چیکار کنه؟ جدا کنه. یا بچه از طریق میدان الکتریکی و مغناطیسی بدم، امواج الکترومغناطیسی میدانهای الکتریکی و مغناطیسی دارن، وقتی دامنه زیاد میشه میدان الکتریکی زیاد میشه، وقتی میدان الکتریکی زیاد میشد پس نیروی کافی برای جدا کردن الکترون باید داشته باشم. من دانشمند فیزیک کلاسیکی هم. من تو مخم اینه که فقط نور موجه، ولی بچه آزمایش میکنم ببینه اه چرا یه همچین اتفاق نیفتاد؟ مگه تا دیروز ما تو آزمایشگاه نوار روشن و تاریک نداشتیم؟ مگه تو نوار روشن و تاریک من اثبات نکردم؟ مگه من ندیدم نور موجه؟ ولی بچه اینجا شکست میخوره. نور موجی پدیده فوتوالکتریک رو به این دلیل، دلیل اولش نمیتونه توجیه کنه. چرا؟ برای چندمین بار میگم، من انتظار دارم اگر نور من موج باشه به جای یه لامپ دو تا سه تا ده تا صد تا لامپ روشن کنم، شدت نور انقدر زیاد بشه، انرژی نور زیاد بشه تا بتونه الکترون جدا کنه، که نمیشه. اوکی شد. آقا دانشمندا میگن خب آقا تو نور قرمز هم چه اتفاق نمیفته، اصلا نور خاص نور قرمز اصلا نمیتونه الکترون جدا کنه. بیایم چیکار کنیم؟ بیایم بریم رو همون فرابنفشه الان شدت نور رو زیاد کنیم. مگه فرابنفشه الکترون جدا نمیکرد؟ حالا بیام وقتی تو فرابنفشم شدت نور رو زیاد کنم، وقتی شدت نور رو زیاد میکنم بچه میبینم که تو انرژی الکترون آزاد شده تأثیری نداره. اینم دو دلیل. پس شدت نور تو آزاد شدن الکترون تأثیری نداره. دو، شدت نور تو انرژی الکترون آزاد شده تأثیری نداره. آقا میذاریم کنار، میذاریم کنار. جناب انیشتن میاد تو، میاد وسط، میگه آقا بیایم این کارو کنیم، ما بیایم نور رو به صورت بسته های انرژی به نام فوتون در نظر بگیریم، HF انرژی. چه اتفاق میفته؟ هر فوتون بچه جذب یک الکترون هم میشه. مثلا بچه هم این الکترون 10 جول مثلا الکترون ولت انرژی میخواد آزاد بشه، شما نمیتونی مثلا دوتا فوتون 5 الکترون ولتی بزنی، یعنی این همون شدت هست. من وقتی شدت رو زیاد میکنم تعداد فوتون ها رو زیاد میکنم، مثلا اول اینکه یه دونه فوتون 5 بیاد، دو تا 5 بیاد، این دو تا 5 بهش بخوره، 10 تا بهش بده آزاد کنه. مثلا شما یه نفر ماشین رو هول میده نمیتونه، دو نفر نمیتونه، سه نفر هول میدن حرکت میکنن. این بازم بچه تو ابعاد بزرگه، تو ابعاد کوچیکی همچین عملی اتفاق نمیفته. انیشتین میگه آقا هر فوتون جذب یک الکترون میشه، هر فوتون جذب الکترون شد آنی جذب میشه. حالا چی میشه؟ برای اینکه اینو بتونه آزاد کنه باید انرژیش با انرژی آزاد شده الکترون برابر باشه، شدتش تأثیری نداره. ما یه دبلیو صفر داریم بچه، این اسمش چیه؟ تابع کاره. تابع کار انرژی سستترین الکترونه، سستترین الکترون. مثلا تابع کار یک فلزی به عنوان مثال 5 الکترون ولت. آقا این سطح فلز منه، نوری که به سطح فلز باید بتابونی حداقل باید با چی باشه؟ آقا با این برابر باشه. یعنی بچه بذار اینجا بنویسم، HF من باید بزرگتر یا مساوی با W0 باشه.
به همین راحتی جناب آقای انیشتن فرمودن که این فوتونی که میاد به سطح فلز میخوره و جذب الکترون میشه حداقل با انرژی آزاد شدن این برابر باشه. درست شد. اگر برابر بگیرم حداقل انرژی فوتون رو در نظر بگیرم باید با دبلیو صفر برابر باشه. اینو بهش میگن HF صفر. F صفر بچه چیه؟ بسامد آستان است. کمترین بسامدی که میتونه الکترون از سطح فلز آزاد کنه HF تو با دبلیو صفر برابر بگیر. اینو میتونی برابر با چی بذاری؟ HC به روی لاندا صفر. این میشه طول موج آستانه. پس اگر طول موج آستانه یا بسامد آستانه رو خواستن بچه ها مربوط به چیه؟ کمترین انرژی فوتون. کمترین انرژی فوتون من با شلترینش برابره. اوکیه؟ این میاد به این میخوره و اینو آزاد میکنه. HF خودت هم میدونی F بالانده رابطه عکس داره. تو بارمر هم گفتم انرژی کم بسامد کم طول موج زیاد. این میشه کمترین بسامد، این میشه بلندترین طول موج. حواست باشه اصطلاحاتش رو دقت کن. این میشه آستانه برای بسامد میشه کمترین بسامد، این وسط میشه بلندترین طول موج. بلندترین طول موجی که میتونه الکترون از سطح فلز آزاد کنه. اوکی شو. خب حالا بچه یه نکته دیگه داریم، اینم بگیم پدیده فوتوالکتریک تمام. آقا حالا فوتون به الکترون خورده جذب شده، چه اتفاق میفته؟ مقداری از انرژی فوتون چی میشه؟ صرف جدا کردن الکترون و مابقی تبدیل به انرژی جنبشی میشود. بچه های تجربه همینقدر بلد باشن کافیه. این جمله شون هم بچه تو کتاب نوشته ولی اکثرا برای بچه های ریاضی سوال میده. گفتیم از انرژی فوتون مقدار صرف جدا کردن بقیهش تبدیل به انرژی جنبشی میشه. تمام شد رفت. مقداری از انرژی فوتون، بچه این انرژی فوتون تابیده شده است. مقداری از انرژی فوتون صرف این انرژی چی؟ انرژی جدا سازیه. انرژی جدا سازی. مقداری از انرژی فوتون صرف جدا کردن و بقیهش تبدیل به انرژی جنبشی میشه. این کلن پدیده فوتوالکتریکته. بچه این نظریه کوانتومی انیشتن هم اینجا صدق میکنه. من هرچه بسامد رو زیاد میکنم خب الکترون ها با انرژی بیشتری آزاد میشن. ولی شدت نور اینجا تأثیری نداره. فقط بچه شدت نور چی تأثیر داره؟ حواست باشه. شدت نور E برابر با چیه؟ NH برابر با انرژی کله. پس انرژی کل میشه NHF. شدت نور بچه چی رو بهت میده؟ تعداد فوتون تابیده. تعداد فوتون تابیده با چی برابره؟ تعداد الکترون آزاد شده. تمام شد رفت. آقا شدت نور فقط به تعداد الکترون ها ربط داره نه به انرژی آزاد شده شون. دقیقا این حرف که آقای انیشتین زد اونایی که ما تو آزمایش انجام میدیم هم توجیه میکنه، ولی فیزیک کلاسیک نمیتونست توجیه بکنه. ما توی فیزیک کلاسیک نور موجی داشتیم. نور موجیش انرژی به شدت بستگی داره. من انتظار داشتم که با هر بسامدی، یه بار دیگه بگم، با هر بسامدی بتونم الکترون آزاد کنم به شرطی که شدت نورش کافی باشه. هی زیاد کنم. دو، با افزایش شدت نور تابشی انرژی الکترون آزاد شده رو بیشتر کنم. ولی میبینم یه همچمن اتفاق نمیفته. انرژی الکترون آزاد شده و آزاد شدن الکترون فقط به بسامد بستگی داره. یعنی همون بسامد فوتونهات بستگی داره. انرژی هر فوتونت بستگی داره. شدت نور که تعداد فوتونها رو مشخص میکنه، هرچه تعداد فوتونهای من بیشتر باشه الکترونهای بیشتری آزاد خواهد شد.
تمام. حالا بچه سوالاتش، تابع کارت دبلیو صفر رو بهت داده، طول موجونت چقدر باشد تا بیشینه جنبشی نیم الکترون ولت باشه. خب بچه کای ماکس گفتم با چی برابره؟ HF منهای دبلیو صفر. حالا بچه F چی رو ازت خواسته؟ طول موج نور تابشی. پس کای ماکس به جای F چی میذارم؟ C به روی لاندا منهای دبلیو صفر. آقا الکترون ولت، الکترون ولت، اینم الکترون ولت، پس تبدیل واحد ندارم. اگر احتمالا یک شو بر حسب جول داده بود، یادت باشه جول الکترون ولت، الکترون ولت رو خواسته به جول تبدیل کنی، ضرب در ای میکنی، جول به الکترون ولت تقسیم بر ای. این هم که واسط بار الکترون دیگه، حالا 1.6 میخواد بگیره، 1.67 میخواد بگیره، خدا امتحان بهت خواهد گفت نگران نباش. خب آقا همشون الکترون ولتن، تبدیل واحد نمیخواد، این میاد این ور تساوی. کای ماکس چقدر بود؟ کای ماکس نیمه، به اضافه اینو آوردم این ور مثبتش میکنم، به اضافه 4.5 میشه چقدر؟ 5. اچ سیرم گفته چقدر بگیر؟ بهت گفتم 1240 تقسیم بر طول موج، پس طول موج هم میشه 1240 تقسیم بر 5. این بچه میشه چقدر؟ دوتا باقی میمونه، 24 تا میشه 4 تا دیگه باقی میمونه، میشه 248. بله میشه 248. بچه این بر اسب چی بود؟ نانومتر. میشه 248 نانومتر. حالا ضرب و تقسیمش هم که کار خاصی نداره انجام میده، پس میشه 248. خب بچه طول موج سومین خط، این رو که دیگه بلده دیگه، سومین خط پاشن، پاشن 3ه، 4 به 3 اولی، 5 به 3 دومی، 6 به 3 سومی، یا اصلا شمارش نمیخواد. وقتی بهت میگه سوم خط یعنی اختلافش 3 باشه، یعنی N منهای N پریم باید چی بذارم؟ 3 بذارم. پس اگه این 3 باشه این چنده؟ 6ه. تمام شد. حالا میای تو رابطه، آقا آ رو بهت داده. بچه گفتم جز سوالات پرتکرار امتحانته، هم رشته تجربی هم رشته ریاضی، تو سال 1400 داده بود، گفتم این سوالا اکثر مال 1400ه، هم تجربی، یکیش تجربی بوده یکیش ریاضی، هر دوتا داده. رابطه چی بود؟ آر به روی ان پریم بتوانه دو، منهای 1 به روی ان دو، 1 به روی لاندا. آر ما چقدره؟ 102. ان پریم چقدره؟ 9. منهای چقدر بچه ها؟ 36. اوکیه؟ آره. خب حالا 1 به روی لاندا من میشه 102. آقا مخرج مشترک چقدر میشه؟ 9 ضرب در 36. حل این میشه این ور 36. اوکیه؟ منهای چقدر؟ منهای 9. اینو بچه ها سادش کنم میشه 102. 9 منهای 36 منهای 9 بچه میشه چقدر؟ 17 دیگه، درسته؟ میشه 17، نه ببخشیم 27. چرا 17؟ 27 تقسیم بر 9 ضرب در 36. حالا یه دونه اینو با این میزنم میشه 3، یه دونه اینم با یه دونه این میزنم میشه 12، میشه 1 به روی 1200. پس لاندای من برابر با 1200 نانومتره. بچه 1200 در ناحیه فرو سرخ دیگه، همتون بلده، 400 700، 400 بنفشه، کمتر از 400 میشه یووی فرا بنفش، بیشتر از 700 هم بچه چی میشه؟ فرو سرخ میشه. اوکیه؟ ولی اصلا دیگه حساب کردن نمیخواد. آقا پاشنه، پاشن فرو سرخ دیگه، پاشه فرو سرخ حساب کردن است، ولی چون مسئله است با حساب میکنه، ولی توی گزینه‌ها اگر فقط گفته بود چه ناحیه میگفته فرو سرخ،
اوکی شو پاشن گفتیم فروز سرخه، لیمان فرابنفش، بالمر فرابنفش و مری، پاشن براکت پفون چیان فرو سرخه. خب بچه قبل دیگه بریم راجع به وارد فیزیک هسته بشیم، بریم این سوال قسمت اولشو که جا خالیه رو ببینیم اینجا از نظر مفهوم چی جا مونده. اینم واسط کامل توضیح بدم اینو گفتم آخ چون اینا همه چی هست. خب بچه قبل دیگه این جا خالی رو با هم حلش کنیم، یه رابطه دیگه ما تو فیزیک اتمی این قسمت داریم که ازش پارسا سوال نداده، اون چیه؟ بذار اونم اینجا بنویسم دیگه خیالت راحت. ما میخوایم انرژی الکترون رو در هر لایه پیدا کنیم. آقا سه تا رابطه داشتیم، یه جمع‌بندی E برابر با چیه؟ NHF. F چی بود؟ انرژی کوانتوم انرژی بود، درسته؟ کوانتوم انرژی که از رابطه NHC به روی لاندا میتونی حساب بکنی. این یه رابطه. رابطه دیگه این بود که یک به روی امپریم به توان دو، ان به توان دو. بچه ببینید که چیز خاصی خدا وکیلی نداره. رابطه سومه انرژی الکترون در هر لایه در مدل اتمی بوره. خب بچه بور و رادرفورد چه فرقی با هم داره؟ اینم واسط خلاصه بگم. در مدل اتمی رادرفورد بارهای مثبت در نهای کوچیکی در داخل اتم، در وسط اتم، در هسته متمرکزن، الکترون اطرافشون چیکار کردن؟ گرفتن. در مدل اتمی رادرفورد بچه الکترون تراز مشخصی نداره، الکترون در اطراف هسته میچرخه، بسامد نور تابشش با بسامد چرخش الکترون برابره. الکترون وقتی انرژی تابش میکنه رفت رفت مدارش کوچیک میشه، دقیقا شکلی کتابت کشیده. الکترون اینجا وقتی میچرخه اینم مهمه تا بیفته اینجا. خب بچه اینجا بسامدش زیاده، پس طول موجش چی میشه؟ خب اینجا بچه ها بسامدش کمه، طول موجش چیه؟ زیاده. طول موج بیشتری داره، طول موج این چی؟ همون HFت. این HF چیه؟ تابشید. هرچه بچه الکترون اطراف هسته میچرخه، چون تو فیزیک کلاسیک ما گفتیم هر ذره باردار شتاب داره تابش میکنه، الکترون که اطراف هسته میچرخه چون حرکت شتاب داره تابش میکنه، تابش میکنه انرژی از دست میده، انرژی از دست میده به هسته چی میشه؟ نزدیکتر میشه. بچه هرچه به هسته نزدیکتر میشه بسامد چی میشه؟ بیشتر میشه. بسامد بیشتر بشه طول موجش چی میشه؟ کمتر میشه. اینجا بسامد زیاده پس طول موجی که ما اینجا داریم HC به روی لاندا کمه، درسته؟ اینجا بسامد کمه، طول موجی که بچه اینجا داره چی میشه؟ زیاد میشه. هرچه الکترون به هسته نزدیکتر میشه طول موجش کاهش پیدا میکنه. خب چون به تدریج این عمل اتفاق میفته، طول موج ها به تدریج کم میشن، پس طیف پیوسته داریم. آقا مدل اتمی رادرفورد چرا کنار گذاشته شد؟ چون نتونست طیف گسسته و خطی رو توجیه کنه. یک. دو، اتمی که تابش میکنه ناپایداره. چرا؟ الکترون رو هسته میفته و از بین میره. پس دلایل رد مدل اتمی رادرفورد دو تا بود. یکیش طیف پیوسته دارین تو مدل اتمی رادرفورد که با طیف گسسته تجربی مغایرت داره. دو، اتمی که تابش میکنه ناپایداره. بور اومد چیکار کرد؟ بچه بور اومد و برات اینجوری مشخص کرد. بور اومد در مرکز هسته مدارهای مشخصی رو تعریف کرد. این برای شما بوره. خب بچه اینجا لایه اول n مساوی با 1، اینجا n مساوی با 2، اینجا n مساوی با 3. هر الکترون فقط بچه رو این تراس ها میتونه باشه، در فضای بین اینا نمیتونه باشه. اینجا اصطلاحا بچه چیه؟ اینجا اصطلاحا منطقه ممنوع است. حالا کتابت اسمشو ننوشته، کتابت این مدارها رو نوشته، این مدارها رو اسمشو نوشته مدارهای مانا. الکترون ها بچه فقط رو این مدارها میتونن باشن، الکترون ها فقط میتونن تو این مدارها باشن که مقدار انرژیشون ثابت، واسه هم بهش میگن مدار مانا. پس اومد بور با این مدارهایی که تعریف کرد
کوانتش انرژی یعنی گسسته بودن انرژی رو توجیه کرد. تشابهشون تو چیه؟ مدل اتمی بچه ها رادرفورد هم مدل اتم هسته‌ایه، بور هم هسته‌ایه. فرقشون تو مدل اتمی رادرفورد الکترون بی نهایت مدار داشت، مدار مشخصی نداشت، هر جا میتونست باشه، پس همه انرژی ها رو داشت، طیفش هم پیوسته بود. ولی تو مدل اتمی بور بچه ها الکترون ها فقط تو مدارهای مشخصی میتونن باشن. این الکترون که تو مدار مشخصی میتونه باشه در فضای بین اینا نیست. اینو بچه ها بهش میگن کوانتش، یعنی کوانتش رو تونست توجیه بکنه. حالا رابطه که بچه اینجا داره، اومده دوتا رابطه داره، یکی آر اینه که برابر با اندو آسفره. آسف واسه تو چیه؟ بچه آسف شعاع اولین مداره. خب طبق این رابطه آر این با اندو رابطه مستقیم داره. یعنی چی؟ یعنی شعاع لایه دوم 4 برابر آر 1، شعاع لایه سوم 9 برابر آر 1 و الی آخر. این میشه شعاع مدارهای بور. یه دونم انرژی داره، انرژی مدارهای بور میشه منفی ای آر بر روی اندو. ای آر بچه ها چیه؟ ای آر عدد ریدبرگه که مقدارش 13.6 الکترون ولته. طبق این رابطه انرژی با اندو رابطه مستقیم داره. آقا انرژی الکترون در لایه اول نگاه کن، حساب کردیم اینا رو تو جزوه داریم همش. انرژی الکترون در این لایه چقدره؟ 13.6 چون تقسیم بر 1 میشه، تقسیم بر 4 میشه، میشه منفی 3 و 4، اینجا میشه منفی 1 و 51. لایه بعدی بچه اگه باشه همین 4 تا رو گفتم حفظ کنین اون جامعه یادتون باشه، n مساوی با 4. انرژی بچه الکترون در لایه 4 چقدر؟ منفی 8.05. انرژیتون در لایه 3، انرژیتون در لایه 2، انرژیتون در لایه اول. این حالت رو بچه بهش میگن حالت پایه. بچه خواهشن تو جزوه همه این رو کامل نوشتم، امروزم این همه جزوه رو با اینکه قرار بود خیلی خلاصه بهت بگم که فرواست شب امتحانید یه مروری بشه، کامل واسه توضیح دادم. فقط اگر مکتوب میخوای واسه پیش خودت باشه و مثال های تستیش هم توش داشته باشی، جزوه رو نگاه بکن. انرژیتون در لایه اول، دوم، سوم و چهارم. در لایه اول منفی 13.6 رو بهش میگن حالت پایه. این حالت ها رو بچه ها بهش میگن حالت چی؟ حالت برانگیخته. الکترون وقتی از یه لایه به لایه دیگه میره برانگیخته میشه. درست شد؟ حالا بچه چقدر انرژی میگیره یا میده؟ این برای ما مهمه. آخرین مطلبی که داری، مقدار انرژی که میگیره یا میده که همون HF شما باشه، برابر با اختلاف انرژی دو لایه است. اختلاف انرژی دو لایه. مثلا الکترون از لایه 1 به 2 میخواد بره، چیکار میکنه؟ جذب میکنه. چقدر جذب میکنه؟ 10 و 2 دهم. 13.6 3 و 4 هستم کم کن بشه 10 و 2 دهم. الکترون انرژی میگیره، برانگیخته میشه، میره لایه بالا، اون بالا نمیتونه بمونه، میاد پایین، تابش میکنه. چقدر؟ همونقدر که گرفته. چقدر؟ اختلاف انرژی دو لایه. آقا بین 1 و 2، یعنی بچه شما اختلاف انرژی که اینجا داری که پس آمد نور تابشیه، میشه چقدر؟ منفی 3 و 4 منهای 13.6 بچه میشه 10 و 2 دهم الکترون ولت. بالا پایین، بالا پایین، اصلا کمش کن. اوکی شد؟ فقط حواست باشه اگر جذب صحبت کرده باشه، جذب انرژی داشته باشه، الکترون میره لایه بالا. اگر راجب تابش، گسیل یا نشت صحبت کرده باشه، الکترون از لایه بالا به لایه پایین میاد. اینجا الکترون از لایه پایین به لایه بالا میره، انرژی جذب میکنه، میره بالا، تابش میکنه، برمیگرده پایین. این الکترون ما دوست داره تو حالت پایه باشه، تو لایه 1 باشه، 2 3 4 5 بی نهایت گرفته، برمیگرده همونجا، جذب میکنه، تابش میکنه، برمیگرده. خب بچه بیایم اینجا،
همه مطالب راجع فیزیک اتمی، درستی یا نادرستی هر گذره با واژه درست یا نادرست مشخص کنه. خب بر اساس نتایج تجربی اگر شدت نور فرودی به سطح فلز به قدر کافی بزرگ باشد پدیده فوتوالکتریک رخ میداد. غلطه، گفتیم شدت نور، شدت نور تو آزاد سازی الکترون تأثیری نداره، فقط بسامد. ما باید بسامد رو زیاد کنیم، باید طول موج رو کم کنیم. طیف حاصل از گازهای کم فشار و طیف خطی، بله دقیقا راجبش صحبت کردیم. اجسام جامد طیف پیوسته میدن، اجسام گاز بچه اینه چون فقط تعریفه. اجسام جامد طیف پیوسته میده، چرا؟ چون برای همکنش بین اتم ها هم اونجا در نظر گرفته میشه. ولی گاز رقیق و کم فشار فاصله اتم ها اینقدر از هم زیاده که بچه اینا تأثیری رو هم دیگه ندارن، تابش فقط مال این اتم هست. ولی تو اجسام جامد مولکولا به هم نزدیکن، میدان های الکتریکی نام رو هم دیگه اثر میذاره. پس طیفی که ما از جسم جامد میگیریم نمیتونیم بهش بگیم طیف اتمی، چرا؟ چون بر همکنش اتم ها رو هم تأثیر داریم، اینجا طیف حاصل از اون هم داریم. مدل اتمی تامسون اتم هستی یا مدل نام داره، غلطه. مدل رادرفورد و بور گفتم هسته‌ایه. تامسون چی بود؟ تامسون گفتم همون کیک کشمشیه. یه کره در نظر گرفته بود که بار مثبت بود، الکترون‌ها توش پخش بودن. خواص شیمیایی هر اتم را تعداد نوترون‌های هسته مشخص می‌کنه. خب بچه این غلطه، الان فیزیک هسته‌ای بعداً صحبت می‌کنیم، حالا اون پایین که شما خودت می‌دونی. این حتما بچه‌ها برای سوالات چی بوده؟ تجربه بوده که اتمی و هستهشون اینه هم با هم تو یک هسته. شما پروتون داری و نوترون داری، تعداد پروتون ها خواص شیمیایی، تعداد نوترون ها خواص فیزیکی رو مشخص میکنه. اگر تعداد پروتون ها با هم برابر باشه خواص فیزیکی شیمیایی یکسان دارن، تعداد نوترون هاش با هم متفاوت باشه خواص فیزیکی یکسانی ندارن، که بهش میگن ایزوتوپ که قبل تو شیمی نام خوندی. در مدل اتمی بور نیروی الکتریکی که یک الکترون برای الکترون وای میکنه به حساب آمده، نیامده. چرا؟ بچه ها مدل اتمی بور فقط واسه هیدروژنه، فقط بچه ها برای اتم های تک الکترونی حواست باشه. اول صحبتمون گفتیم این فصل فقط هیدروژنه، این فصل فقط هیدروژنه. ما اتم هایی که بیشتر از یک الکترون داشته باشن و نمیتونیم در نظر بگیریم. حالا اومده میتونه مثلا برای شبیه سازی هلیوم یک بار مثبت هم میتونه مطالعه کنی که بهش میگن هیدروژن گونه. هلیوم دوتا پروتون داره، دوتا نوترون داره، دوتا هم الکترون داره. اگر یه الکترون ازش بگیرم میشه هلیوم یک بار مثبت. بچه شما میتونی با تقریب اون مطالبی که ما برای اتم هیدروژن اون تابش اینا رو گفتیم برای هیدروژن هم، برای هلیوم یک بار مثبت هم مشخص بکنی. نیروی هسته کوتاه برده، بله این که کاملا درسته. حالا این هسته ای رو الان میخوام راجع بهش صحبت کنم. به اختلاف جرم هسته با مجموع جرم نوکلئات هسته کاستی جرم هسته گفته میشه، بچه اینم درسته. حالا بچه وارد هسته دیگه نمیشم، هسته رو تو قسمت بعدی میگم، اینا رو اونجا واسه توضیح میدم. یه جا خالی هم اینجا داریم، اینم راجع بهش صحبت بکنیم. طیف تشکیل شده توسط جسم جامد چه نام داره؟ الان بهت گفتم طیف پیوسته است. جسم جامد طیف پیوسته میده چون بر همکنش مولکول هم توش هست، یعنی تمام رنگ ها توش هستن، بهش طیف رنگین کمانی هم میگن. بین نوارهای رنگی فاصله وجود نداره. منشأ فیزیک تشکیل اون بچه چیه؟ گفتم که بر همکنش اتم ها هم هست، گذار الکترون از یه تراز به تراز دیگه و بر همکنش اتم ها روی هم. چرا مدل اتمی بور برای حالت بیشتر از یک الکترون به دور هستم یه به کار نمیره؟ چرا؟ چون بچه هیچ توضیح از برهمکنش الکترون ها رو همدیگه نداره.
ما فقط یک الکترون رو مطالعه کردیم که الکترون بره بالا و برگرده پایین. وقتی این الکترون کنار هم دیگه باشن، تو سوال قبلی هم بود، میدانهای اینا، نیروهای اینا رو هم دیگه اثر میذاره که ما نمیتونیم راجبون اصلا صحبتی بکنیم، چون برهم کنش ما راجبش صحبت نکردیم. انرژی لازم برای جدا کردن نوکلون از هسته چه نام داره؟ خب بچه، انرژی بستگی هسته است، انرژی بستگی هسته نامیده میشه. خواص شیمیایی هر اتم را نوترون مشخص میکنه، یه عدد اتمی. خب عدد اتمی. خب بچه، فیزیک هسته‌ای، فیزیک هسته ما میشه فصل، یعنی قسمت آخر دوازدهم دیگه، فصل آخر ریاضیا و قسمتی از فصل چهار تجربه. بچه، فیزیک هسته خیلی مباحثش ساده تر و جمع جورتره، اسمش روش، راجب هسته صحبت کرده. خب بچه، ذراتی که ما تو هسته داریم خیلی هست، خودت میدونی تعداد زیادی ذره تو هسته داریم که کتاب شما فقط دوتاشو معرفی کرده، پروتون و نوترون. ما همینقدر بلد باشیم کافیه. خب بچه، ذرات هسته رو بهش میگن نوکلئون. پس ذرات تشکیل دهنده هسته میشه نوکلئون. اوکی شو. خب بچه، هسته رو ما با چه نمادی نشون میدیم؟ بذار اینجا نشون بدم. بچه این هسته من، حالا هر هسته میخواد باشه، سمت چپ پایین زد تعداد پروتون های همون عدد اتمیته، سمت راست پایین تعداد نوترون هاست، سمت چپ بالا بچه عدد جرمیه. اوکی شد که به این صورت نوشته میشه. این میشه برای من عدد عدد جرمی. خب عدد جرمیه، این واسه من عدد اتمی. عدد اتمی بچه چی اصطلاحاتش تو ذهن باشه، تعداد پروتون ها رو بهت میده. عدد جرمی کلن تعداد ذرات هسته رو نشون میده، اینم که تعداد نوترون هاست. که معمولا بچه این سمت راست پایین رو نمی نویسن، چون چیه؟ وقتی ما این دوتا رو داریم اون خود به خود مشخص میشه. مثلا شما نوشتی کربن 6 12. خب بچه اینجا چند تا 6 تا نوترون داره. نوشتی کربن 6 13. خب 7 تا نوترون داره. کربن 6 14. 8 تا نوترون داره. درسته بچه؟ کربن این همشون کربنن، عدد اتمیشون با هم برابره. هستایی که تعداد پروتون های یکسانی دارن از نظر خواص شیمیایی یکسانن، فقط بچه تعداد نوتروناشون با هم فرق میکنه که خواص فیزیکی متفاوتی یکمی دارن. اوکی شد؟ این میشه مشخصات هست. حالا بچه این بالا اگر چیزی نوشته باشه، مقدار بار هسته رو مینویسی که باش کاری ندارین شما. خب هستای ما بچه چجوری، یعنی یه توضیح کلی براتون بگم. پس پروتون داریم و نوترون داریم. پروتون از نظر بار الکتریکی مثبت، نوترون بار الکتریکی نداره. پس بچه این ذرات رو بخشن همدیگه چیکار میکنن؟ دفع میکنن. هسته در حالت عادی میخواد متلاشی بشه، پس چرا متلاشی نمیشه؟ بارهای مثبت همدیگه رو دفع میکنن. اینا چرا کنار همدیگه تونستن بمونن؟ نتیجه بین ذرات هسته یک نیروی جاذبه حتما وجود داره که از نیروی دافعه کولونی بین بارهای مثبت بیشتره. ذرات هسته رو کنار هم دیگه نگه داشته. نیروی کولونی هم که بچه یادتونه دیگه، F برابر با چی بود؟ F برابر با K1Q2 تقسیم بر R2. توی 11 فصل اول گفتیم نیرو با بار رابطه مستقیم داره. در هستای سبک بار ذر هسته کمه، نیروی دافعه کولونی کمه، هسته پایداره. وقتی هسته سنگین میشه، بار هسته زیاد میشه، بار هسته زیاد میشه، نیروی دافعه کولونی هم زیاد میشه. پس بچه نیروی دافعه کولونی در هسته های سنگین میتونه با جاذبه هسته مقابله کنه. خب حالا برای اینکه هسته بچه متلاشی نشه، میاد چیکار میکنه؟ هسته نوترون جذب میکنه. هسته های سنگین بچه برای اینکه پایدارتر بمونن نوترونشون بیشتره. چرا؟ چون نوترون فقط جاذبه داره. این نوترون جذب کرده که جاذبه هسته رو زیاد کنه. در هسته های سبک بچه، اینا گفتم همش تو جزوه هست، در هسته های سبک تعداد زد و این نمودار واسط کشیده. تو این نمودار بچه، این خط وسط بهش میگن خط برابری، خط برابری پروتون و نوترونه.
زد با ان چیه؟ برابره. وقتی هسته سنگین تر میشه تعداد نوترون ها بیشتر میشه. تعداد نوترون ها بچه ها تا 1.5 برابر تعداد پروتون ها میرسه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که نوترون گرفته که جاذبه هسته رو زیاد کنه. بچه ها به این خط میگن خط برابری، به این خط میگن خط پایداری. اوکی شد؟ پس این وسط خط پایداریه. در هسته های سنگین تعداد نوترون ها از تعداد پروتون ها بیشتره، به خاطر اینکه هسته خود به خود متلاشی نشه. یعنی این هسته من بتونه با نیروی دافع کلونی بچه چیکار کنه؟ مقابله بکنه. اوکی شد بچه ها؟ خب دیگه راجع به فیزیک هسته‌ای بچه چی داری؟ آه فیزیک هسته، اینو که راجعش گفتم. بچه یه ما رابطه داریم به نام انرژی بستگی هسته. انرژی بستگی هسته چی میگه؟ میگه آقا ما وقتی که جرم ذرات رو در نظر میگیریم، بچه مثلا شما هلیوم در نظر بگیر، هلیوم دوتا پروتون داره دوتا نوترون داره. حالا برای راحتی فرض کن هر کدوم یه گرمن، دوتا پروتون دوتا نوترون، بچه شما اینا مجموعه ذرات میشه 4 گرم، درسته؟ ولی بچه وقتی اینا داخل هسته قرار میگیرن، هسته هلیوم رو ترازو میذاری، ببینی از 4 گرم کمتر شده. خب چی شد؟ مثلا شده 3.95 گرم. 5 صدم گرم اینجا رفته. خب انیشتن اینجا میاد چی میگه؟ میگه طبق رابطه ای مساوی با ام سی دو، بچه ها مقداری از جرم ذرات تبدیل به انرژی شد. که تو جا خالی بالا هم گفتیم انرژی جرم ذرات هسته. پس بچه ها حواستون باشه، جرم ذرات هسته Z تا MP به اضافه N تا MN همواره بزرگتر از جرم هسته، تا هر هسته که میخواد باشه. اختلاف این دوتا میشه جرم کاهش یافته. شما اگر جرم کاهش یافته رو ضرب در سی دو کنی، انرژی بستگی هسته به دست میاد. پس مقدار از جرم ذرات موقعی که ذرات کنار هم دیگه قرار گرفتن هسته رو تشکیل بدن رفته. کجا رفته؟ به انرژی تبدیل شده، میشه انرژی بستگی هسته. نکته بعدی یادت باشه هر چه انرژی بستگی هسته بیشتر باشه هستت پایدارتره. هسته پایدارتره چون انرژی بیشتری باید بهش بدی تا بتونی جداش بکنی. یه دونه دیگه بچه داریم به نام نیمه عمر. نیمه عمر چی میگه؟ میگه نیمه عمر مدت زمانی که طول میکشه هسته رادیواکتیو به نصف مقدار اولی خودش برسه. مثلا بچه نیمه عمر ماده رادیواکتیوی 10 روزه. 10 روز بگذره نصف میشه، 10 روز دیگه بگذره نصف میشه، پس 1/4 میمونه. 10 روز دیگه بگذره بازمون نصف نصف میشه، پس 1/8 میمونه. هر 10 روزی که میگذره، هر نیمه عمری که میگذره، 10 روز رو گیر ندی بهش. گفتم اگر نیمه عمرش 10 روز باشه، مثلا نیمه عمرش 1 سال باشه، هر 1 سالی که میگذره نصف میشه. بچه چجوری حساب میکنیم؟ ما میایم یه ان حساب میکنیم. ان چیه؟ زمان تقسیم بر تی 1/2. این چی رو بهت میده؟ این تعداد نیمه عمرها رو بهت میده. 1/2 ان کسر باقی مانده رو بهت میده. خب یه نیمه عمر بگذره نصف میشه، دوتا نیمه عمر بگذره 1/4، سه تا نیمه عمر بگذره 1/8، 4 تا نیمه عمر 1/16، 5 تا 1/32. به همین راحتی، نیازی هم نیست رابطه بنویسی، کتابت هم رابطه ننوشته، میتونی خودت 1/2 بری جلو تا به جواب نهایی برسی. این میشه باقی مانده. آقا اینقدرش باقی مانده، پس چقدرش متلاشی شده؟ 1/2 متلاشی شده است. نیمه عمر ماده رادیواکتیوی 1 هفته است. 1 ماه 4 هفته است. 4 بگذره 1/16 مونده. چقدرش رفته؟ 15/16 رفته. خیلی خیلی راحته مسائل این قسمتت، خیلی خیلی راحته. ساده ترین نکته که شما میتونی داشته باش. حالا بچه نگاه کنه، برای سرب 82208 مطلوب است تعداد نوکلون ها. خب بچه سوال امتحانیت به خدا، تعداد نوکلون ها چقدره؟ 208. تعداد پروتون ها
تعداد پروتون ها 82. خب اینو از این کم میکنی 208 منهای 82 میکنی میشه چقدر؟ 6. اینم میشه 126. این میشه تعداد نوترون ها، این میشه تعداد پروتون ها، اینم میشه تعداد نوکلون ها، همون عدد جرمی که تو شیمی میگی، تعداد کل ذرات تشکیل دهندت. اوکی شد؟ خب یک لامپ با توان 5 وات داری با طول مجاها. بچه نگاه کن، این قسمت از سوال همون اتمیته، برای بچه تجربه بوده، تجربه فیزیک اتم هستهشون با هم چیه برابره، از کجا حساب میکنی؟ بهت گفتم ای برابره با چیه؟ ان اچ اف. اچ اف چی بود؟ اپسیلون بود. اپسیلون برابره با اچ اف، بهش چی گفتیم؟ کوانتوم انرژی. چی رو ازت خواسته؟ تعداد فوتون ها. بچه تمرین کتابت ها، توی کنکورم انقدر ازش سوال اومده. خب انرژی میشه NHF، N تعداد فوتون هاست که به شدت نور بستگی داره، H ثابت پلانک، HC هم که خودش گفته اینقدر بگیر. خب بچه اینجا بر حسب جول داده، اگه یادت باشه اون بالا گفتم HC رو میتونی بر حسب الکترون ولت نانومتر چی بگیری؟ 1240 بگیری. خب این بر اسم جول متر بهت داده. خب بچه توان هم داره، توان رابطه چی بود؟ انرژی در واحد زمانه، پس انرژیت برابر میشه با پی ضرب در تی. خب حالا بچه بیاییم تو رابطه بذاریم، پس پی ضرب در تی من برابر با ان اچ اف. حالا بچه طول موج داده میشه ان اچ سی به روی لاندا. از من چی خواسته؟ تعداد فوتون ها. انمو میخوام پیدا کنم، اینم اگه بخوام پیدا بکنم چی میشه؟ پی ضرب در تی ضرب در لاندا تقسیم بر اچ سی. بقیهش بچه ها فقط ضرب و تقسیمه. این رابطه بچه ها انقدر توی کنکور سوال اومده، اچت هم بهت داده، اچ سیت هم بهت داده. خب توانش چقدره؟ توانش 5 واته. خب در هر ثانیه ضرب در یک کرده. اوکی شو. چه تعداد؟ آقا با طول موجه، طول موج 550 ضرب داره. خب باید چیکار کنیم؟ نانومتر، این متر، این نانومتر، ضرب داره چی میکنه؟ دوبار ضرب نوشتم، ضرب داره 10 به توان منفی 9ش میکنیم، ضرب داره 10 به توان منفی 9 تقسیم بره. خب اچ سی هم گفته چی بگی؟ 2 ضرب داره 10 به توان 25. خب بچه این پی تی بر حسب جوله، حواست باشه اینم جوله. آقا شما پی رو ضرب در تی میکنی، انرژی بر حسب جول به دست میاد، فقط تبدیل واحد یادت نره. این جوله، اینم جوله، تبدیل واحد نخواسته از من، ولی اگر یکیشو الکترون ولت داده بود باید مینوشتی. خب اینا به هم دیگه ضرب میشه دیگه، پس NHF اینو میخوام پیدا کنم میشه پی تی ضرب در لاندا تقسیم بر اچ سی. کاملا درسته. پس N من بچه برابر میشه با 2.5 ضرب در 55 ضرب در 10 به توان منفی 8، اونم میره بالا منفی 8 و 25 میشه 10 به توان 8 میشه چقدر؟ 33. این میشه بچه ها مثبت. اوکی شد؟ این منفیه، آخه این منفی بوده، تعداد الکترون نباید منفی باشه. خب این میاد بالا، منفی 25 میاد بالا میشه مثبت 25، اینم که منفی 8 بود میشه مثبت 17. این میشه تعداد الکترونایی که شما در عرض یک ثانیه از این لامپ چیکار میکنه؟ تابش میکنه. بچه راجب فرایندهای تابشی، آقا شما نکته دیگه که شما اینجا داری تو فیزیک هستی تابشاته. بچه بذار اینجا خلاصه واسط بنویسم. شما چهار تا تابش داری، یکی آلفاست. آلفا جنسش چیه؟ آلفا جنسش هسته هلیومه. یعنی بچه هر هسته زد و آ آلفا اگه تابش کنه دوتا پروتون از دست میده، دوتا نوترون از دست میده، تبدیل میشه به هسته که دوتا پروتون از دست داده، دو تا نوترون از دست داده، چهار تا ذره از دست داده. نوترون رو با قرمز بنویسم که معمولا نمی نویسم، ولی اگر شما خواستی بنویسی میشه N منهای 2. آقا هر هستی آلفا تابش کنه دو تا پروتون از دست داده، دو تا نوترون از دست داده، پس چهار تا ذره از دست داده.
تابش بعدی شما بچه ها بتاست. بتا چیه؟ بتا از جنس الکترونه. خب آقا شما میگه آقا هسته که الکترون نداره، هسته چجوری الکترون میده؟ خب یه دونه نوترون شما متلاشی میشه، تبدیل میشه به یک پروتون و تبدیل میشه به یک الکترون. پس من یه پروتون دارم، یه الکترون دارم. از کجا به دست اومد؟ یه دونه نوترون من متلاشی شد، شد یه پروتون یه الکترون. خب بچه پروتون داخل هسته میمونه، این الکترون از هسته به سمت بیرون پرتاب میشه. خب بهش میگم بتا. پس هسته من که زد و آ باشه یه دونه چی داده؟ بتا داده. آقا بتا بده چه اتفاق میفته؟ یه دونه به زدش اضافه میشه، یه دونه به زدش اضافه میشه، عدد جرمیش تغییر نمیکنه. اگه گفتی چرا ذراتش تغییر نمیکنه؟ آقا چرا؟ چون یه دونه نوترون از دست داده. شما 10 تا پروتون داشتی، 10 تا نوترون، مجموعا میشه 20 تا. یه نوترون از دست میدی میشه 9، یه دونه بهش اضافه میشه 11، مجموعش بازم 20ه. پس توی بتا از نوترون کم میشه، به پروتون اضافه میشه، ولی کل ذرات تغییری نمیکنه. گاما جنسش چیه؟ بچه گاما از جنس امواج الکترومغناطیسیه. گاما الکترومغناطیس، پس ذره نیست. پس وقتی که هسته من گاما تابش میکنه، هیچ تغییری در ذرات هسته به وجود نمیاد. فقط هسته برانگیخته داری، هسته رو اول بهش انرژی دادی، تراز انرژی پروتون ها زیاد شده. این الکترون ها تو قسمت قبلی، تراز انرژی پروتون ها تغییر میکنه، میره بالا. اون بالا نمیتونه بمونه، بر میگرده. بچه از من نظر مکانی نمیگم، از نظر انرژی میگم، انرژیش زیاد میشه. فکر نکنی میره بالا، پروتون جای خودشه، تراز انرژیش زیاد میشه. وقتی تراز انرژیش زیاد میشه میخواد به حالت عادی برگرده، چیکار میکنه؟ موج الکترومغناطیسی تابش میکنه. بچه آخرش چیه؟ پوزیترونه. پوزیترونو بچه یه ذره است همجرم الکترون، مشخصاتش شبیه الکترونه، فقط فرقش چیه؟ بارش مثبته. الکترون حامل بار منفیه، پوزیترون حامل بار مثبته. خب هسته من پوزیترون نداره، هسته من چجوری پوزیترون میده؟ یه بار مثبت دارم، تبدیل شده بچه به یک نوترون و یک الکترون با بار مثبت. این الکترون از بار مثبت بازم از هسته به سمت بیرون پرتاب میشه که بهش میگم بتا. معادله واپاشیش چی میشه؟ هسته من به این صورته، یه دونه پوزیترون میده، تبدیل میشه به هسته. آقا یه دونه مگه پروتون از دست نداده؟ مگه یه دونه پروتونش متلاشی نشده؟ وقتی یه دونه پروتونش متلاشی میشه، یه دونه به نوترونش اضافه میشه. نوترون هم وسط بنویسه. یه دونه پروتون متلاشی میشه، یه دونه به نوترون اضافه میشه. پس باز هم کل تعداد ذرات هسته تغییری نمیکنه. این 4 تا ذره رو شما باید بلد باشی. آلفا، بتا، گاما، پوزیترون. آلفا ذره سنگینیه، کوتاه برده، با ورقه کاغذ هم میتونی جلوشو بگیری. بتا انرژیش بیشتره، از ورقهای فلزی برای نگه داشتنش استفاده میکنن. گاما انرژیش خیلی زیاده و دیواره های زخیم سرمی باید داشته باشی جلوشو بگیری. خب بچه اینجا واسه چی گفته؟ گفته جای خواهی رو در فرایند های واپاشی ستون آد تنها یکی واپاشی. خب بچه بیایم اینجا. آقا 13 بوده شده 14، 27ش هم تغییر نکرده. آقا یه دونه بهش اضافه شده. پس این بچه این بتاست. این چیه؟ بتاست. بتای منفیه دیگه، درسته؟ بچه منفی 1 و 0، مجموع پای و مجموع بالای دو طرف باید برابر باشه. اینو نگاه کن، این آلفاست، 2 تا 4، 2 به اضافه 90 92 234 به اضافه 4 238. پس اینم بچه چی میشه؟ اینم برات چی میشه؟ خب این یکی 43 43، هیچ تغییری در ذرات به وجود نیومده. پس چی بوده؟ گاما بوده. گاما وقتی ذره تابش میکنه هیچ تغییری در
ذرات هسته به وجود نمیاد. فقط هسته شما چی بوده؟ متلاشی شده، یعنی برانگیخته شده، انرژی گرفته رفته بالا، پروتون ها در تراز انرژی بالا قرار گرفته، هسته برانگیخته شده، میخواد بالات پایه برگرده، تابش میکنه. خب نیم عمر گفته که نیم عمر یک نمونه پرتوزا 20 دقیقه است. خب پس از گذشت چند ساعت بچه ها 1/64 میمونه. منو نگاه کن، من تیکه تیکه میرم، 1/2، 1/4. کسی الان حفظم ها، حالا دانش آموز میگه تو به توان چند میشه 64؟ کاری ندارید، برنامه 6ه، ولی نگاه کن 1/4، 1/8، 1/16، 1/32، 1/64. این نیم عمر اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم. این بچه ها 1/2 به توانه. کسایی که بلدن همینجوری برن، میگی 2 به توانه چند شده؟ 64. 2 به توانه 6. یعنی بچه ها چند تا نیم عمر گذشته؟ 6 تا نیم عمر باید بگذره. هر نیم عمرت 20 دقیقه است. خب بچه ها 20 ضرب در 6 تا نیم عمر میشه 120 دقیقه گذشته. 120 دقیقه چند ساعته؟ خب تقسیم بر 60ش کن، 2 ساعتش کن. نیم عمر از اون سوالات خیلی خیلی ساده ولی خیلی مهم که بچه توی کنکور خیلی ازش سوال میاد، برای شما هم که دیدی اومده دیگه. پس نیم عمر چیز خاصی نداره. شما هر نیم عمری که میگذره ماده رادیواکتیو به نصف مقدار اولی خودش میرسه. بچه اینم از فیزیک هسته اید که اینا رو قبلا گفته بودیم. بچه تو فیزیک هسته‌ای ما چیز زیادی نداریم، دوستا تعریف داریم که بچه همجوشی و واپاشی، که اینا رو من بهت پیشنهاد میکنم حتما از روی کتاب بخونی، فقط تعریفه. حالا همجوشی که هیچی، ولی بذار واپاشی رو بهت بگم که بچه چه اتفاق میفته. برای اورانیوم، شما اورانیوم چی داری؟ اورانیوم 92-235 داری. این حالت عادیش. میاد چیکار میکنه بچه ها؟ بهش یه دونه نوترون میزنه. وقتی بهش یه نوترون میزنه، این اورانیوم برانگیخته میشه، میشه اورانیوم 236 و 92. نوترون دیگه، نوترون 0 و 1 دیگه، پس این پایینش تغییر نمیکنه بالا. بچه این اورانیوم شما برانگیخته شده. وقتی برانگیخته شده بچه دیگه چیکار میکنه؟ به 2 یا 3 هسته ایست، که معمولا 2 هسته است. حالا بچه اسما تو کتاب های دیگه، مثلا باریوم و چیزای دیگه، حالا با شما با اسمش کاری نداشته باش، به 2 هسته سبک تبدیل میشه. 2 هسته سبک بچه و 3 تا نوترون و تقریبا 200 مگا الکترون ولت انرژی میده. حالا بچه چه اتفاق میفته؟ شما یه نوترون به هسته زدی، 3 تا نوترون گرفتی. این 3 تا نوترون، این لیزری که گفته بودیم، میره به 3 تا هسته میخوره. این 3 تا نوترون میشه 27 تا 27 تا، همین 9 تا 9 تا 3 تا میشه 27 تا. بچه این هی زیاد میشه، زنجیره وار افزایش پیدا میکنه. به خاطر همینه بچه انرژی هسته یه مقدار زیادیه. شما اگر تعداد هسته هات محدود باشه، هسته اولی یه انرژی مشخصی داری، اما بچه اون 6% و 20% اینا که راجبش صحبت میکنن که بهش میگن غنی سازی، شما سنگ اورانیوم وقتی از معدن در میاری، یه مقدار اورانیوم 235 مشخصی توش داره. بالا بردن درصد خلوص اورانیوم 235 نسبت به بقیه ایزوتوپ ها رو بهش میگن غنی سازی، که همون صرفه که دیگه تلویزیون میشنوه 6% و فلان و فلان. حالا شما اگه 1% اورانیوم کمی داشته باشی، خب بچه این زنجیره دیگه یه جا رشد نمیکنه، یه جا ثابت میمونه، یه انرژی ثابت بهت میده. ولی اگر اورانیوم 235 یه از یه جرمی که بهش میگن جرم بحرانی زیاد باشه، این واکنش ها بچه خیلی زیاد میشه و انرژی خیلی نامحدودی بهت میده. حالا توضیحش که خودت میخونی، فقط گفتم یادت باشه که طریقه تشکیلش اینه. شما یه هسته سنگین داری، یه نوترون بهش زدی، 2 تا هسته سبک خورد، 3 تا نوترون داد. این 3 تا بازم به 3 هسته سبک میخوره، هر کدوم 3 تا میشه 9 تا. بعدی 3 برابر 27 تا و همینجور ادامه پیدا میکنه. قسمت آخرش بچه فقط یه روخونه که بهت هم گفتم شما که امتحان نهایی داری حتما کتاب رو یه بار روخونی بکن، که اصطلاحاتی که راجبه راکتور ها و نمیدونم میله راکتور و کنشونده و
شتاب دهنده اینا صحبت میکنه، یه نگاهی بهش بنداز، احتمال داره سوال ازش بیاد. ما مطالبی رو بهت گفتیم که خیلی خیلی مهمن و ازش سوال زیاد میاد. بقیه مطالب توی طرح کاملمون، توی طرح جامعه، اونجا به اندازه کافی راجبش صحبت شده. بچه بهترین ها رو برات آرزو میکنم، خواهش میکنم. بازم بهت میگم شما این طرح 20، 12 یا 11 اینا رو که بچه دیدن، شما اینو یه بار روخونی کن، تمرینی که واسه حل کردم و حل کن، تمرینای کتاب، خواهشم بچه تمرینای کتاب یادت نره. بازم در کنار شما هستیم، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم، موفق باشی. تا درود دیگر، بدرود. من واسه این کار زاده شدم، من بی تو